در طول دو روز گذشته صحبت‌هایی درباره محل دفن زکریای رازی مطرح شده. صحبت‌هایی که مرحوم حسن کریمان هم در دهه 50 در کتاب خودش به اون اشاره کرده بود. حالا با توجه به این که در طول یک سال گذشته بسیار بیشتر از گذشته از یکی از کشف‌های زکریای رازی داره استفاده میشه، چند نفر از پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که باز هم محل دفن زکریای رازی رو مطرح بکنن تا شاید این بار به واسطه این اتفاق و این استفاده بشه به این محل و به این منطقه توجه بیشتری کرد و شاید اون رو بشه به مرور زمان به عنوان یکی از مناطق گردشگری شهر ری محسوب کرد. اما در این بین یک نکته حائز اهمیته، این که در طول 50 سال گذشته مرحوم حسن کریمان در کتاب خودش به این منطقه به عنوان محل دفن زکریای رازی اشاره میکنه، اما میراث فرهنگی هنوز هیچ کاری برای بررسی و تعیین مکان دقیق تر دفن زکریای رازی انجام نداده. به نظر میرسه که متولیان میراث فرهنگی باید در این زمینه پاسخگو باشن. طبق شواهدی که جناب آقای دکتر کریمان در کتاب ری باستان و در کتاب باقی مانده ری قدیم ذکر میکنن که در 1350 حدودا دهه 50 این کتاب چاپ شده، در قسمتی که مربوط به محمد ابن زکریا رازی هست جناب آقای دکتر کریمان یک فرضیه ای رو مطرح میکنن. آقای دکتر کریمان یک رویه ای داره که چون ایشون یک ری پژوه بوده، اماکنی که در ری مشهور بوده رو در زمان قدیم میاد گمانه زنی میکنه و جاش رو به اصطلاح تعیین میکنه. یکی از کارهایی که انجام داده قبر محمد ابن زکریای رازی بوده که ایشون با توجه به این که بیمارستان ری باستان در کنار تپه میل قرار داشته در اطراف قلعه نو و محل تدریس و درمان محمد ابن زکریای رازی در این منطقه قرار داشته، گمانه زنی میکنه که احتمال زیاد در قبرستان قدیم ری باستان که همین منطقه امامزاده شعیب میشه قبر محمد ابن زکریای رازی قرار داره و بزرگانی مثل استاد محمد طباطبایی، محیط طباطبایی هم این قضیه رو در مجله کیهان فرهنگی تایید میکنن. ببینید این مسائل در کتاب ها 50 سال پیش مطرح شده بود و مستور بود و کسی به اون توجهی نداشت. مشخص هستش که این منطقه، حالا طبق کاوش هایی هم که صورت گرفته، قبرستان ری باستان در همینجا قرار داشته و قبرهایی که قدیمی هست متعلق به صده های دوم و سوم هجری هست و حتی خیلی از عرضم بزرگ شما چیزهایی رو پیدا کردن مربوط به همون دوران اسلامی هست و این مؤید این هست اون چیزی که آقای کریمان داره اون فرضیه‌ای که میگه و عنوان میکنه قریب به یقین میشه. و حالا به هر حال تأکیداتی که جناب آقای دکتر مهدی محقق و جناب آقای پرویز عسکری تو این زمینه داشتن مؤید این قضیه هست که این محوطه و این منطقه مکان تدفین محمد ابن زکریای رازی هست. ببینید این که مثلا ما قبر رو شخصا معین بکنیم که این قبر هست و در اینجا هست اینگونه نیست، منطقه شناسایی شده. ببینید برای قبر خیلی از بزرگان مثل عمر خیام نیشابوری، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل فردوسی حتی اینجور نبوده که یک قبر مشخصی باشه، منطقه‌ای وجود داشته که این منطقه منطقه‌ای بوده که عرضم بزرگ شما دفن شدن. خیلی از مقابر بودن در شهر ری بودن، مثلا ابراهیم خواص که عطار نیشابوری ازش نام میبره که اصلا بارگاه داشته که اصلا به علت این زلزله ها و این چیزا اصلا کلا از مکانش اصلا فقط یه گمانه زنی میشه در یه منطقه ای قرار داره. اینم هم مثل همون میمونه. حالا اون چیزی که من باز میخوام تو این جای تاکید بکنم، ما کشف جدیدی انجام ندادیم. کشف همون کشف جناب آقای حسین کریمان هست، ما اونو دوباره بازگو کردیم. چرا بعد از این مدت زمان باز هم بازگو کردین این قضیه؟ اولا که محمد ابن زکریا رازی یک شخصیتی هستش که در حال حاضر این همین در دوران ایام کرونا عرضم بزرگ شما می‌بینیم که الکل یکی از مهمترین چیزهایی بود که در این درمان وجود داشت و حالا در این منطقه قلعه نو و منطقه عرضم فیروزآباد هم یک طرح تحول‌هایی وجود داره. یعنی اینها قطب عرضم بزرگ شما گردشگری استان تهران و شهر ری قرار محسوب بشه و الان خیلی موقعیتش این هست که قبر محمد ابن زکریا و آرامگاه محمد ابن زکریا رازی که به طوری که در خور شأن ایشون باشه، مثل اون چیزی که برای ابن سینا در همدان ساختن، در اینجا ساخته بشه. این هویت شهر ری و هویت ری
قدیم هستش. شما توی صحبتاتون به این نکته هم اشاره کردید که در بخشی از این محوطه گمان زنی های انجام شده، به همین دلیل الان در واقع باز همین بحث رو مطرح کردین. اون گمان زنی ها کجا مطرح شده؟ گمان زنی ها درباره گمان زنی برای قبر خاصش محمد زکی رازی نبوده، برای محوطه قبرستان قدیم ری بوده. یعنی اینکه ببینن که آیا اینجا قبرستان قدیم ری بوده یا نبوده. خب خیلی از شواهد محلی و گمان زنی هایی که صورت گرفته همین منطقه و اطراف رو شما نگاه بکنید، عرضم بزرگ شما قبرهایی که متعلق به قبرهای دوم سوم هجری بوده پیدا شده. این گمان زنی بر این اساس بوده، برای اینکه حالا مثلا گمان زنی برای قبر خاصی صورت گرفته باشه اینطور نبوده. اما کله که این منطقه ری قبرستان ری باستان بوده. به قول ابوری خان بیرونی، محمد مذکر یرازی در ری فوت کرده. خب پس مسلمن قبرش در همین شهر ری بوده. ولی نقطه دقیق تری که بخوایم بگیم دقیقا؟ نه نقطه دقیق تری من ندارم. به نظر شما این موقعیتی که مطرح شده که ایشون فیروزتای فیروز آباد شهر ری در امامزاده شعیب دفن کردن میتونه واقعیت داشته باشه؟ بله داره واقعیت داره. علتش این است که این حکیم رازی در این 10 سال آخر عمرش که از بغداد برگشته بود به ری، در اونجا بیمارستانش هم در همون اونجا وجود داشته، در همون نزدیک بیمارستانش هم مدرسه درسش که همون درس طب هم میداده همونجا بوده. اسناد قدیمی حاکی از اون است که وقتی فوت کرده در همون نزدیک مدرسهش در همون جایگاه مغان قدیم در همونجا مدفون شده. حالا علتی که دقیقا معلوم نشده کجاست و اینا، علت این است که این شهر ری یک سر مکرر در مکرر هر چند سال یک بار دچار دستخوش یه زلزله هایی می شده. چندین بار شهر ری از عهد باستان تا حالا خراب شده بر اثر زلزله. بنابراین اون مکان های تاریخی و اینها دستخوش تخریب شده. مستنداتی مبنی بر کشف این قبر یا حالا کاوش هایی که صورت بگیره اصلا وجود نداشته و این دوستان فقط اومدن اون نظریه ایشون رو مجددا مطرح کردن که من قویا رد میکنم بحثی بابت اینکه اونجا کشف شده باشه یا مثلا کاوش های باستان شناسی صورت گرفته باشه مطمئنا نیست، چون مرجع این کارم که میرید خود میراث فرهنگی است. اگر بخواد بحثی بابت این مسئله باشه حتما ما در جریان بودیم که این اتفاق اصلا رخ نداده و اینم قبول دارم که تو این 40 حالا دهه 40 و 50 که آقای دکتر کریمان این نظریه رو اعلام کردن این از نظر میراث مخفول مونده و این شاید میتونستن زودتر از این مسئله زودتر از این زمان ها اون برای روند تکمیل نظریه ایشون کارهای مطالعاتی انجام دادن یا کارهای باستانشناسی به نتیجه می رسیدن بابت این مسئله که حتما وقوع حالا قبر حالا محل قبر میتونسته اونجا باشه، که با توجه به این خبری که منتشر شد و اون صحبتی که من کردم حتما تو دستور کار قرار خواهد گرفت. خدمت شما عرض کردم خب این کوتاهی میگم کوتاهی از ما بود، اینا قبول دارم، ولی مطمئنن ما نه یکی آقای زکریا رازی بود که ما تا اونجایی که حالا من میدونم حداقل بالای 300 400 تا مشاهیر مدفون در ری داریم، در بقعه ابن بابویه، بقعه امامزاده عبدالله، حرم عبدالعظیم، آستانه حرم عبدالعظیم، که همه اینا به نظرم خودش یک کتاب میشه براشون حالا نوشت یا براشون مطالعه برای تک تکشون مطالعه انجام داد و مستندنگاری انجام شد. خب این درسته ضعف ما بوده، این اصلا جزو برنامه ها شده که حتما یه مستندنگاری یه مطالعه کامل برای مشاهیر مدفون در ری باشه که یکیشون هم میتونه آقای زکریا رازی باشه.